با هم دیگه همدل، هم مسیر، همراه باشن، نتیجهش میشه برند بزرگی مثل کتان. بریم ببینیم دوتا چی کار کرده. سلام، من الهام هستم. خوش اومدید به یه ویدیو جدید از کانال یوتیوب من. امروز اومدیم راجع به زوج موفقی که صاحب برند کتان هستم با هم دیگه صحبت کنیم و ببینیم که چه مسیری طی کردن تا به یه همچین موفقیتی برسن. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. البسه‌ی کتان و سارال. برند کتان سال 1998، یعنی چه حدود 24 سال پیش، توسط دو تا شریک که خیلی جالبه بدونید که زن و شوهر هم بودن، به اسم یلماز و گونده، راه اندازی میشه و اولین فروشگاهشون رو در استانبول و با مساحت 25 متر مربع افتتاح میکنن که امروز باید بگم برند کتان یکی از بهترین و برترین برندها و تولید کننده های پوشاک، اکسسوری و کفش در ترکیه است. سالای اول فقط مخصوص بانوان پوشاک تولید میکرد، ولی انقدر مورد استقبال قرار گرفت که دوتا مدیران این شرکت تصمیم گرفتن که برای بقیه افراد جامعه هم پوشاک رو تولید کنن. و جالبترین قسمت ماجرای کتان اینجاست که این دوتا شریک هیچ آشنایی در زمینه پوشاک نداشتن و به نظر میاد که ریسک خیلی بالایی کردن و شروع به کار کردن، چون یلماز افسر نیروی دریایی بود و گوندل هم در اون زمان معلم. چیه این شرکت خیلی قشنگه؟ این که حتی وظایفشون رو تقسیم کردن. یلماز وظیفه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار رو به عهده گرفت و گولن هم از همون اول مسئولیت بازاریابی و طراحیشون رو به عهده گرفت. مادر کتان دار. انقدر این تیم توی طراحی خلاقیت داشته که امروز جزو برندهای خیلی محبوب در ایران و 34 کشور دیگه است. من جالبه بهتون بگم که کتان نام تجاری و محبوب مشتریان و مراکز خرید توی سال 2012 شناخته شد و این یکی از موفقیت‌های چشمگیر این برند بوده. که جالبه یه جایی یلماز میگه که ما مسیر سختی رو طی کردیم، اما همیشه ثابت کردیم که کتان میتونه به بهترین ها برسه. برند کتان 20,000 مدل جدید معرفی میکنه، یعنی اگه بخوام یه جمع تفریح بساده بکنیم تقریبا روزی 55 مدل جدید داره معرفی میکنه. و خیلی جالبه بچه ها، چون طراحاشون رو، یعنی طراحای برند کتان به سراسر جهان مسافرت میکنن، فرهنگ اون کشورها رو بررسی میکنن، سلایق مردمش رو بررسی میکنن و مدلاشون رو طراحی میکنن. این به نظرم باعث شده که توی تمام کشورهایی که این برند هستش محسوب باشه، پرطرفدار باشه و امروز برند کتان بیش از 100 تا طراح داره.
همونطور که بهتون گفتم تو سال 1998 این برند افتتاح شد و خیلی نکته قشنگ ماجرا اینجاست که دوست فقط 2 سال بعدش تونست 10 تا شعبه توی ترکیه داشته باشه. پس این نشون میده که کسایی که همدل و همراه همدیگه باشن و دست به دست هم بدن میتونن راحت قله‌های موفقیت رو در زمان خیلی کم پی کنن. مهمترین قراری که این زوج با همدیگه گذاشته بودن موقعی که تصمیم به راه اندازی این برند میگیرن این بوده که یعنی 3 ماه به خودشون فرصت داده بودن که توی 3 ماه یا توسط این برند به موفقیت برسن یا برگردن به شغل قبلی و روزمرگی خودشون رو به نظر خودشون خسته کنندشون. ولی توی 3 ماه یعنی تو تابستون همون سال 1998 اولین پله موفقیت رو بالا رفتن. رقیب‌های این برند رو گرفتم که رقابتشون خیلی تنگ و تنگه. اولین رقیبش برند اتسی وایکیکی هستش که لینکش رو این بالا براتون میذارم و دومین رقیبش برند دیفکتو که بازم لینکش رو این بالا براتون میذارم. حتما اون ویدیوها رو هم ببینید که اونا هم خالی از لطف هست. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. اگر کانال منو تا الان سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید چون ما هر روز ویدیو جدید داریم و اینکه بالای کامنتتون رو دیدن ویدیوی قبلی از من بیشتر حمایت کنید. خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. تا ویدیو بعدی، خدافظ.